خب دنباله برنامه ها رو میبینید و میشنوید و امیدواریم که تا اینجای برنامه ها رو پسندیده باشید. خانم دکتر الهی هم تشریف آوردن. خانم دکتر الهی بفرمایید ببینیم کجا بودین شما؟ سیامک کوپ است. همسر گرامی نیومدن؟ بفرمایید در خدمتتون باشیم. شما بفرمایید اینجا. یا اصلا بفرمایید اونجا. چون تکیه بر جای بزرگان ما که نتوانیم بزنیم اونجا. حداقل خوبین؟ یالا احوال شما چطوره؟ خوب هستی؟ هپی نیو ایر. هپی نیو ایر قربان شما. یالا یالا قربان شما. همه چی خوبه؟ قربان شما. سلامت. فقط خواستم بگم که خانم دکتر الهی تشریف آوردن برای دوستان و علاقمندان. این یک خبر خوشه که برنامه‌هاشون رو دارن شروع می‌کنن دوباره. درسته؟ ان شاءالله حتما در خدمتتون هستیم. بعد نرفته بودیم یه به قول معروف. معلومه کجا می‌خوای بریم؟ مگه میشه مگه؟ یه مرخصی گرفتم. نه معلومه لپاتم گل انداخته. معلومه حسابی استراحت کردی. فرجت جای سیامک عزیز هم خالی هستش. سلامت باشین قربان شما. خسته نباشین که مرسی. در هر شرایطی و در هر موقعیتی این تلویزیون اون پیام شادی خودش تو منازل شما داره. زنده باشی. و از برکت وجود شماست. قربونت برم من. زنده باشین. شما سالم باشین. تا شماها نباشین تک تک آدمایی که دست به دست هم دادیم این تلویزیون آوردیم باری بالا نباشه اصلا جور نیست. یعنی نبود تو باعث می‌کردی. سالم باشین. ان شاءالله همیشه سایه‌تون سر ما باشه و هموطنان عزیزم همچنان پیام شادی و عشق و انرژی خوب شما رو تو منازلشون همیشه داشته باشه. خب مژده به عزیزانی که در ایران هستن. خواهش میکنم. داروهای شما رسید. ساپلیمنت های بسیار عالی رسید. بله بابا میرسه دیگه. اینقدر اینا مورد توجه مردم قرار گرفته که مثل برق و باد میخرن. بله. تا حالا دو سه بار مسئله سولداد شدن رو شما داشتید. سرش دعوا میشه. خب خدا رو شکر. چون تعداد کمه و نمیتونیم برای همه پروواید کنیم. چون میدونیم با توجه به شرایط با تعداد خیلی کمی ما سعی میکنیم. درسته. برای کسانی که واقعا خب انقدر با ما مثل فامیل شدن دیگه. خودمونی فامیل انقدر نزدیک شدن دیگه وقتی که بعدم داروه قضیه سر داروه وقتی نیاز دارن داروهای گیاهی درست داروهای گیاهی ولی خیلی ها به درمان رسیدن خداییش من این رو واقعا بدون اینکه بخوام اقراق کنم میگم بعد دل آدم میسوزه از این که میبینه مثلا خیلی ها هنوز دارن استفاده میکنن برای بچه‌هاشون میخوان برای نوجواناشون جووناشون سالمندا میخوان کوکیوتر هم دارید اینا تموم شد. تموم شد. بله تموم رو شد. هوا زدن. رو هوا زدن. واو. تموم شد. حالا ایشالله سری. ایشالله. واقعا اعجاب انگیزه. اعجاب انگیز نیست البته. اصلا من چرا این لغت رو استفاده کردم؟ اشتباهه. بله. من فکر میکنم که من الان تازه دیدم که تو اومدی. یه دونه دیویدی داشتم دنبال برنامه ها میگشتم. بله. داستان مثلا 10 سال پیش دکتر الهی رو اونجا داشتیم صحبت میکنم 2012 بود. 2012 من دیروز به 9 سال. جناب آقای شبخیز تماس اختیاده. گرفتم و ایشون داشتن آرشیو برنامه ها رو مرور میکردن و گفتن اصلا الان من دارم ویدیوی تو رو نگاه میکنم و تو زنگ زدی. زنگ عجیب بود واقعا یعنی شاهکار بود. صدای خودم من میخوام تو رو با عزیزان یه مقداری تنهاد بذارم از داروهای خودت بگو از ساپلیمنت ها بگو از بابا بشین این تو رو خدا. نه من میخوام اون رو پیدا کنم بیارم. خب بقیه‌تون بیاین بشین. بیاین بشینید کمه با هم گپ بزنین بیاین ولی یه کم با مردم صحبت بکن من این قسمت رو بیارم تا قسمت های بعدی شما رو با الهام عزیز تنها میذارم دکتر الهام الهی که برای شما این بدور صحبت بکنن من فوری برمیگردم خواهش میکنم بفرمایید بفرمایید افسانه عزیز حال شما چطوره؟ یالا خوب هستین؟ هپی نیو ایر قربونت برم زنده باشین بفرمایید خواهش میکنم زنده باشین بفرمایید سال نو مبارک مرسی خیلی ممنون خوش اومدید بابا بابا خدا خواهش میکنم بنده عزیز یالا گه حال شما خوب هستین صدا میکنم بفرمایید بفرمایید قربان شما مرسی همچنین همچنین آقای سپهبند عزیز و نازنین که به هر حال ما یکی از طرفدارای برنامه های شما از 23 سال پیش بودیم که در واقع و خودم و خانوادم هم ارادت داریم و خیلی هم دوستون داریم تشکر میکنم خواهش میکنم خجالت زده فرمودید استدعا میکنم در واقع پیشکسوتان و ما اینجا من وارد که شدم جناب آقای پرویز فیروزکار رو دیدم آقای فیروزکار تشریف دارن؟ بله بانو تشریف بیارین آقای فیروزکار ما خیلی ارادت داریم به شما باعث افتخاره که در کنار شما باشیم شب عید امسال رو با صدای گرم شما شروع کنیم قربان بله مالیت کرد از چند ساعت قبل استدعا میکنم استدعا میکنم یالا بفرمایید خواهش میکنم تشریف بیارید خواهش میکنم در خدمتتون باشیم قربان شما سلام علیکم بله 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 چقدرم عالی بله بله بله
اولا ما خودمون الهام خیلی دوست داریم. دکتر الهام الهی زمانی که آمد اینجا دکتر نبود، زمانی که آمد اینجا هنوز بچه نداشت و خدمتتون عرض کنم سه تا بچه هاش رو همینجا من میدیدم، یه دستش به بچه ها بود، یه دستش به میکروفون و با مردم صحبت کردن و اینا. این بچه ها رشد کردن. پریشبا که نه، البته مال مثلا 20 روز پیشه، وقتی دکتر الهام الهی، بله بفرمایید، وقتی که دکتر الهام الهی $1,000 بلیط‌های کنسرت تلویزیونی استاد ایرج رو خریدن و من رفتم در خونه‌شون که اینو مرحمت کردم ما بیاریم برای استاد، دیدم که یه ماشینی بوق زد، دیدم بچه‌هاشون اون تو ان و چقدر خوشحال شدم. ارشیا ماشاءالله، ارشیا آقای فیروزکار فکر می‌کنم یادتونه چه رادیو من ارشیا رو تازه به دنیا آورده بودم. افتخار دوستی این بانوی عزیز رو از آغاز رادیو 670 داشتین. ماشاءالله شما به ارشیا میگفتین بره لاپولو یا همچین چیزی میگفتین. خیلی توپولی بود، سفید و توپولی بود. بره لاپولو نمیدونم یه چیزی میگفتین. پدر بزرگ بزرگ من بانو دکتر الهی، پدر بزرگ من از قبایل ماماو بودن. ماماو آدم خورایی بود. بله مثلا اونا اتوان پدر بزرگم هم در اونجا رادیو داشتن. نه بابا آنه بگم ایشون میگفت وقتی میابرن تو قبیله ماماو. بله بعد میگفتن به جای شرمنده های عزیز میگفتن شرمنده های لذیذ. لذیذ زنده باشی. اتفاقا خیلی جالب بود بخاطر اینکه این بچه های توپولی و خیلی همچین اشیا ماشاءالله خیلی توپالی بود، سفید و توپال خوردنی بود، آدم می‌خواست بخورتش. حالا بچه خودم خدا ببخشه همه‌شون، حالا الان همه‌شون شدن لاغر و دراز. رازینگی مثل باباشون هم دیگه، باباشون هم چون بسکتبالیسته ماشاءالله قده. ما دی وی دی 2012 بود. بله 2012 رو اتفاقا مال سال نوه. بله و تو سال نوی بودیم که با دوستان نشسته بودیم و از محصولات زد هرب میگفتیم و دکتر الهی هم پاسخگو بودن در همون موقع برای سوالات که میکردیم. اگر حاضر دارید شروع کنیم به نمایشش تا این قسمت رو با همین قسمت ببریم جلو. خواهش میکنم به یاد 9 سال پیش. حالا الان ببینیم چقدر جوون بودیم. استفاده میکنن، نظراتی دارن حتما بیان روی خطا بگن. 100% و این کارو میکنن. حتی اگه امروز میخواستیم میتونستیم این کارو بکنیم. 100% اینه که خودت لطف کن راجع به استرس، سوپر انرژی، تقویت قوای جنسی، ذهنی، پروبایوتیک، کاهش وزن و جنسین که فکر کنم همون تجدید قوا هست برای همه. همه اینا رو برای ما توضیح بده. والا دیگه من آقای چرخیز اینجا با شما با دوستانمون و با همکارانمون در واقع تصمیم گرفتیم این پروداکت‌ها رو همه رو به تدریج به مرور زمان با کار
کردن با هموطنان عزیزمون متوجه شدیم که چه چیزایی میتونه کمکشون باشه و میتونه براشون مثمر ثمر باشه. هدف اصلیمون هم اینه که کار بکنه. هدف اصلیمون این نیست که بخوایم یک به قول معروف پروداکت رو همینطور حالا وارد سیستم کنیم ببینیم آیا کار میکنه. نه، فوق العاده بیشتر از اون چیزی که شما فکر کنید روی این پروداکت ها حساسیت نشون داده شده، روی کار کردش و روی اینکه ساید افکتی خدای نکرده نداشته باشه و عوارضی برای دوستان نباشه. و دیگه میدونن دوستانمون الان در حال حاضر استرس بهترین پروداکتیه که برای عزیزانمون برای افسردگی، اضطراب یا برای خشم و عصبانیت یا برای کنترل سیستم عصبیشون و مودشون هست. استفاده کردن دوستان، نتیجه های فوق العاده ای داشتیم. سوپر انرژی رو به شما اصلا نمیدیم آقای شب، ولی خب سعی میکنیم تا جایی که امکان داره شما دروب نگه داریم و برای کسایی که در واقع مثل من میخوام بیان پیش شما بشینن بیانید انرژی بگیرن که بتونن باور کن. من اصلا باورت میشه من هر جمعه اصلا سینمای دو ساعته نمیتونم ماشاءالله ماشاءالله من به ولای فیلم دو ساعته نمیتونم ببینم ماشاءالله به شما نیم ساعته میدونم میدونم ولی خب سوپر انرژی پروداکتیه که برای بالا بردن انرژیه، یعنی انرژی و مولتی ویتامین. اونایی که پر انرژی ان نخورن. من الهام جون اونو من امتحان کردم. بله. واقعا کار میکنه. من اینو باید در اینجا حتما اعلام بکنم خدمت شما بینندگان عزیز که من اون رو صبح مصرف کردم. تمام روز انقدر انرژی داشتم که خیلی از کارهایی که عقب تعویق انداخته بودم و اون روز واقعا باید بهتون بگم که اون روز تونستم انجام بدم. نه، فوق العاده کار میکنه. سوپر انرژی واقعا خستگی رو میگیره و مولتی ویتامین هم هست، فقط برای تولید انرژی نیست. تقویت قوای ذهنمون که برای حافظه است و شما هم احتیاج ندارین چون حافظه‌تون ماشاءالله خیلی خوبه، ولی من حتما استفاده می‌کنم. حافظه‌ام خیلی خرابه. خواهش می‌کنم اینو بیاری بیار برام. تقویت قوای ذهنتون دادم ولی استفاده نکردین. روزی یه دونه بعد بخورین. تقویت قوای ذهنی ولی بعد اینکه خوب شده بوده روزی دو تا بخورین. سه سال پیش دایش سه سال پیش یه دونه داد تا ابدم به رخم. پولش رو میدید فداشم بیار ما می‌خریم. تازه داشت کار می‌کرد. تازه وقتی اینو خورده بودم تازه سوئیچمو جای جا نمی‌ذاشتم. یا اگه جایی بود پیدا می‌کردمش. دفعه پیش رفتم سوئیچ رو که بگم کجا گذاشتم اصلا باورتون نمی‌شه. ریاکشن. نمی‌تونم بگم. به توالت. آره عزیزم. به هر حال خب گرفتم. تقویت قوای ذهنی رو هم که گفتیم، پروبایوتیک. آقای شبخیز یه موضوع خیلی جالب راجع بهش بگم. ببینید مثلا ماها، شما چند بار در هفته میرید شاور میگیرید؟ من هر روز میرم، گاهی روزان خب. دو بار میرم. معمولا هر روز تا دو روز در هفته، سه روز در هفته دیگه رگولارشه که همه ما این کارو میکنیم. درست. ولی ما آیا به سیستم درونیمون و جهاز هاضمه‌مون این شستشو رو میدیم؟ این سیستمی که واقعا در ارتباط مستقیم با تمام موادیه که این مواد وقتی با اسید معده ترکیب میشن تبدیل میشن به یک سری خب به هر حال ویتامین ها و انرژی و مواد غذایی که وارد سیستم میشه یه بد جلوگیری میکنه. درسته، بسیار بسیار موادی ان که تولید آلودگی وایرس میکنن و همونطور که خب به هر حال همه دوستان میدونن سیستم جهاز هاضمه و سیستم گوارشی خیلی سریع میتونه بر اثر استفاده کردن از یه مواد غذایی یا یه باکتری یا ویروس تحت تاثیر قرار بگیره ناراحتی معده روده به وجود بیاره. واقعا همین حرفا رو دارن میزنن. ان شاءالله که چی روزگار آدم بدون استرس بگذره. این از همه مهمه. یعنی اگه میلیون هم اینا مهمه. خیلی مهمه. خیلی مهمه. اینه که آدم آرامش خیال داشته باشه، بلاهای ناگهانی دور باشه. اتفاقای بد نیفته. ان شاءالله سال 2021 سالی باشه که به هر حال مردم به یه سکون و آرامش متناسبی برسن دیگه. نسبی نسبی واقعا این 2020 پدر همه رو آرامش این عدد 20 رو همه دوست داشتن ولی همه دارم ازش بعدشون برای بالا آوردن نیروی ایمنیشون میتونن تشبیهن مطب من چون بله. یک سری جوک و اینا دارم بگم. بله بله ما که همیشه استفاده میکنیم. الان یه چیزی راجع به چینی ها داشتیم میگفتیم آقای نه حالا اینو بعدن میخوام اوکی. خب نه همین الان که خانم دکتر الهی هم هستن و دوستان هم هستن همینو برای ما بگید پرویز جان. تکشات جناب آقای پرویز فیروزکار رو بگیریم. خیلی ممنونم. بله. اینو برو خیلی باحال این حوصله داشته باشید. مگه چقدر مگه؟ نه اونقدر نیست یکی اینه. آره نه خوبه حوصله داریم. آره. بزن بریم. آره بابا جون چیز چون دیگه با پیشرفت علم تکنولوژی آمدن دیگه پیامگیر و تلفن های هوشمند و اینا که البته تلفن من مال زمان درشکه و ناصرالدین شاست، نه ایمیل دارم نه تکس دارم هیچی. بعد حالا اگر
اگر زمان سعدی یکی از شعرا پیامگیر داشتن، پیغامگیر سعدی اینجوریه گفته: از آوای دلنگیز تو مستم، نباشم خانه و شرمنده هستم، به پیغام تو خواهم گفت پاسخ، فلک گر فرصتی دادی به دستم. حالا پیغامگیر فردوسی: نمی باشم امروز اندر سرای، که رسم ادب را بیارم به جای، به پیغامت ای دوست گویم جواب، چو فردا براید بلند آفتاب. پیغامگیر خیام: این چرخ فلک عمر مرا داد به باد، ممنون تو هم که کرده ای از من یاد. آخه مظلوم خیام. آره، اهل حال عشقه. اهل اشغاله. بله، رفتم سر کوچه، رفتم سر کوچه منزل کوزه. اینو کی میگه؟ خیام. خیام. رفتم سر کوچه منزل کوزه فروش، آیم چو به خانه پاسخت خواهم داد. بعد پیغامگیر مولانا: بحر سما ببخشید، بحر سما از خانم رفتم برون، رخصان شبم شوری برانگیزم به پا، خندان شبم شادان شبم، برگو به من پیغام خود، هم نمره و هم نام خود، فردا تو را پاسخ دهم، جان تو را قربان شوم. و بابا طاهر از همشهریای ما خراسانی یه تلفن کرده: جانم فدایت، الهی ما به قربون صدایت، چو از صحرا بیایم نازنینم، فرستم پاسخی از دل برایت. بعد حالا بله، حالا لیلی و مجنون هم اگر این دستگاه بود، اینا دارن گوش شخ میدونه. آره دیگه، حالا شروع کنم بعدا به سر وقت. حالا اینم آیا حوصله دارید بگم؟ آره ایزم بگو. بله، زمان لیلی مجنون اگر که این چیزا بود، یه همچین مشکلی پیش اومده که گله میکرد ز مجنون لیلی، که شده رابطه من ایمیلی، حیف از آن رابطه انسانی، که چنین شد که خودت میدانی، عشق وقتی بشود دادکامی، حاصلش نیست به جز ناکامی. نازنین خورده مگر گرگ تو را، برده یا دات نت و دات اورگ تو را، بعد ایمیلت زدم پیشترک، جای سابجکت نوشتم به درک. به درک گر دل من غمگین است، به درک گر غم من سنگین است، به درک رابطه گر خورده ترک، قطع آن هم به جهنم به درک، آنقدر دلخور از این ایمیلم، که به این رابطه هم بیمیلم. مرگ لیلی نتومت را ول کن، ول کنا، اگر حرفی و پیغامی هست، روی کاغذ بنویسش با دست، نامه یک حالت دیگر دارد، خط تو لطف مکرر دارد. کرد ریپلای به لیلی مجنون، که دلم هست از این سابجکت خون، باشه فردا تلفن خواهم کرد، هر چی که افتی که بکن خواهم کرد، زودتر پیش تو خواهم آمد، هی مرتب به تو سر خواهم زد. راست گفتی تو عزیزم لیلی، دیگر از من نرسد ایمیلی، نامه پست نمودم بهرت، به امیدی که سر آید قهره. دکتر الهی، شما برنامه‌تون سر همون جای خودش خواهد بود؟ یعنی همون چهارشنبه ها بود؟ ذره بهترش کنین. چجوری بهترش کنین؟ حالا که دارین اینجا میگیم، بذارین از موقعیت سوء استفاده کنین. واقعا چه؟ پس برنامه های دکتر الهی عزیز سر همون جای خودش خواهد بود. روزای شنبه هم تکرارش رو خواهید دید. بهترین جا همیشه در اختیار الهام عزیز بوده برای همه اقشار، همه ساعت‌ها و همه آردینسی که پای تلویزیون هستن، در ساعت‌های مختلف برنامه قشنگش رو می‌بینن.
یکی از خوشحال ترین گویندگان ماست و ماشاءالله هزار ماشاءالله از روز اولی هم که اومده موفقیت پشت موفقیت این باعث خوشحال عزیز رو در برنامه زیبای تلویزیون آی تی ان می‌بینی زنده باشی چرا که خیلی وقته این عزیز رو ندیدی حالا اگه هم شما می‌خوای منو ببینی تشریف ببرید دیسکاوری اونجا دیسکاوری بچه‌ها حاضرین بریم بابا
خیس ابروی بهاری برون عکس تو رو کلا کشید تو ای لال لبت شراب شیر است و خوش روی و خوش خنده و تناز تو ای است قشنگ بره بره اوز تو بازی سرا بازی سرا
بچه ها خیلی عالی بود واقعا دمتون گرم چاهنگای جدیدی آره آقا این برای شراب شیراز خدا پدرتو بیامرزه این آهنگای جدید پارسا رو باید بشنوید اینا که خیلی باحال بود چه اینا رو ویدیو می‌کنی به زودی ان شاء الله دیگه همین ویدیوهای دیگه اینا رو با کوالیته خوب اگه بذاری این لشکر رو چه جوری می‌خوای هایر کنی عالی اینا هر کدومشو 2300 دلار می‌گیرم بخوام برقصم اصلا اینقدر ترانه مستاق داشته باشه خانم شیرازی ترانه شراب شیراز شراب شیراز والا ما واقعا از همتون ممنونیم عزیزان واقعا ازتون بسیار ممنونیم خانم دکتر الهی که شما زودتر برنامه‌تون رو شروع کنین تازه گرم شده بودن آقای شما بابا گرم مگه نشدین نه بایستی ما یک گروه داریم به نام گروه عمق فاجعه عمق فاجعه من میخوام خواهش کنم وای جان اون آهنگای خوشگل بر بچهای ایران و پاور میوزیک رو آماده کن اونا از اون ور و ما هم از این ور آهنگ‌های بسیار بسیار زیبایی رو که اونا اجرا کردن با هم اجرا می‌کنیم ما هم باهاشون هم آوازی می‌کنیم بیا فابیان بالا علی بیا بالا بیاین سویلا جان بیاین بالا ندا جان بیاین بالا هر کی دوست داره که ساز بزنه بیاد بالا برقصه بیاد بالا دیگه بیاین بالا آقا پرکاشن من با یکیشو تو بگیر دیگه تومبا آره بیاین هر کی که دوست داره بیاد بالا بیاین بالا آره خانم آقای یه گروه خیلی خوب در ایران هست که به نام پاور میوزیک فعالیت میکنن خیلی عالیه بعد امشب هم در آخر برنامه تو این دو سه روز گذشته از گروه روژ آهنگای فوق العاده زیبایی رو پخش کردیم امشب هم یه دونه رو پخش میکنیم آهنگ شاروخ آریان هم حتما بعد از این قسمت شلوغ بازی ها حتما براتون ها چی گفتم پس ای شاروخ باباشه باباش هم میخوایم بخونه چه فرقی میکنه شاهین آریان حتما حاضری شما اون موزیک حاضره واقعا اگه حاضر هست بگید عزیزان نه یکی دیگه هم هست آهنگای دیگه خونده بزنید یکی دیگه آهنگای یه سری دیگه رو خونده و اینجا هم گروه دیگه گروه عمق فاجعه چقدر بیشتر شدن عمقش زیادتر شده این
چشاش منم دیوونه اداش منم میسوزه جون و تنم تشنه اون لباش منم مرسی پر باشن خیلی خوب اگه آماده باشید یه جیب و دست با هم به اتفار استاد عزیزم واسه مرسون رو بزنید انرژی ها همه بالا هاپر بر ایسی گیتار یه آسد خبرم با که آفتاب لبه بوه نمشتم رو تنشم که خوشبخت نه من مونده نه مون نه حرفی نه صدایی هزار دفعه شکستم عجب حادثه هایی نه پرس از شب و روزم تو خوابم تو چه خوابی به مستی شب و تاسو خرابم چه خرابی प्यार मुझे मैं तो लाख बुरा हूँ नींद छोड़
चढ़ा दूं होश उड़ा दूं मैं तो बाहों में लेके राह बुला दूं बात बना दूं चाहे जहां दुख छुपा बातों ही बातों में तुम हो जाना में कुछ ना ऐ हसीनो افتخاره تمام اونایی که میرختید های چند مرتب ماشاءالله. خب گروه خوب پاور میوزیک رو دیدید، قسمت های کمی بود، حالا قسمت های بعدی حتما باز از خودشون بیشتر میذاریم. اما یه گروه شاهکار هست به نام روژ که این گروه در لس آنجلس فعالیت میکنن ولی آوازه شهرتشون در تمام دنیا پیچیده، کنسرت های بسیار زیادی رفتن در دبی، چه عروسی هایی میرن، عروسی های خیلی بزرگ، بعد دیگه جای جای اینجا هم مردم خوب میشناسنشون، خیلی کارشون عالیه. اگر موافق باشید بریم یکی از کارهای روژ رو به اتفاق هم ببینیم که شوبرت عزیز دایرکتور میوزیکال دایرکتورشون هست و برادران جاویدزاد هم به اتفاق شوبرت عزیز منیجمنتشون رو به عهده دارن. ببینید چه گروه عالی هستش. حالا آهنگ هندی هم نذاشی نذاشه، اونی که فارسی میخونه رو بذار، فارسی و انگلیسی و اینا هر کدوم باشه. رخ نمایان کن و این ماه شب تابانم باش، جانم باش، دیوانه و دیوانه و دیوانه با هستم، خیر است و خیر است و کسی را نبرستم، دل از تو با هست تو با هست به جانم از قشقت ایرانم، عاشق شدن نایم و صفای سندانه، هر جوری بیتابی داره تا خود صبح خوابی داره، ای وای از عشق، دست تو دیگه قلقه دل ما مونده، تو چی کار کردی آتشی به پا کردی، میدونی نباشی میگیره دلی که پیش تو جا مونده، دونه 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 یه ستاره تو آسمونه، یه جوری میزون میکنه که ما رو باز به هم برسونه، دل گرفتاره عاشق یاره، من نمستم و هوشیاری حال جدید بینمونه، یه چیزایی توی چشاته که دلمو میلرزونه، بازم ستنایی بدجوری میترسونه، این زندگی زندگی نمیشه نباشی یه زندونه، چی داره که نفسات باخی یه جورایی درمونه، من تو هوات مستم میشده دیگه دستم، همه یه شهر میدونن رفتی توی وجودم، تازگی ها حسودم، من جوری نبودم، همه یه شهر میدونن، من تو هوات مستم
شده دیگه دستم، همه یه شب میدونن رفتی توی وجودم، تازگی ها قصودم، من جوری نبودم، همه یه شب میدونن کی بهتر از تو، که بهترینی تو، ماه زیبای روی زمینی تو، قلب من باش تا که بفهمی چه دل برانه به دل میشینی، حتی بدی ها بخشیدنی بود، چرم تو چشمات بوسیدنی بود، همه حواسه جامونده پیشم، هم به کم از تو راضی نمیشم.